بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بچه های عزیز. در ادامه کار تمرین ها رو داشتیم حل میکردیم، رسیدیم به مثال 85. با هم همراه باشیم تا تمرین ها رو حل بکنیم. تیپ سوال 85 و 86 رو ببین. خب مثلا اینجا تو فرمول خاصی نمیبینی که، بعد خواسته سوالم ببین، خواسته سوالم مستقیما، یعنی من از این میفهمم اگه سینوس دو رو داشته باشم، کوسینوس دو رو هم داشته باشم، خب حل. بعد اینم در مورد سینوس دو و کوسینوس دو. بعد من نگاه میکنم من یه رابطه دیگه هم بر اساس سینوس دو و کوسینوس دو داشتم. خب یعنی دستگاه حل کن دیگه، یعنی داره با زبون بی زبونی به من میگه که دستگاه حل کن. چه دستگاهی؟ این دستگاه دو تا سینوس به توان 2 x منهای 3 تا کوسینوس به توان 2 x برابر با 1. از طرفی سینوس به توان 2x هم به علاوه کوسینوس به توان 2x برابر با 1. خب چه نتیجه میگیرم؟ میگم آقا خیلی خب، من میخوام اینو حل کنم، بیام اینو تو 2 ضرب کنم، اوکی این تو 2 ضرب شد. حالا کم کنم، پایین و منهای بالا کنم، پایین منهای بالا. خوب دقت کن، 2 منهای منهای 3 یعنی 5 تا کوسینوس به توان 2x برابر میشه 2 منهای 1 یعنی 1. خب از اینجا چه نتیجه میگیرم؟ کوسینوس به توان 2x برابر با 1 پنجم. خب وقتی کوسینوس 2 1 پنجمه، سینوس 2 چقدره؟ سینوس 2x 4 پنجمه دیگه. خب حالا خواسته سوال چیه؟ گفته برو 2 تا سینوس 4 اینو به توان 2 برسون. خواسته 2 تا سینوس 4 اینو به توان 2 برسون، 16 پنجم. منهای 3 تا اینو به توان 2 برسون، 1 بیست پنجم. یعنی میشه 32 بیست و پنجم منهای 3 بیست و پنجم، به عبارتی 29 بیست و پنجم جواب ماست. فتم 86 رو حالا نگاه کن، این دفعه دیگه 2 نیست. ببین 2 4 و 4، یه 2 یه 4 داده، یه 4 یه 4 خواسته. پس حداقل کار اینه که من میگم مثل قبلی راحت با دستگاه نمیتونه حل کنه. حالا چی کارش میشه کرد؟ عرضم به حضور شما که کاری که به ذهن من میرسه اینجا و به نظرم ایدهش کرد اینه که آقا این سینوس دوه دیگه، درسته؟ شما یه سینوس دو هم از قبل داشتی. خب سینوس دو یک منهای کوسینوس دو، بنویس بر اساس کوسینوس دو بشه یه معادله درجه دو، بعد این معادله درجه دو رو حل کن. ولی چون معادله درجه دو بلد نیستی، این ایده رو، یعنی با تجزیه بلدیم، از همین مدلم هم برید جلو. من ایدهش رو بهتون قبلا گفتم که یک معادله رو صفر میکنه و اینا، همین حرفی که الان زدم که جای سینوس دو بذاری یک منهای کوسینوس دو حل کنی، تمرین خوبیه برات تو منزلت، روش فکر کن. من میخوام یه ایده باحالتر رو بررسی کنم که حل رو هم ساده تر میکنه. چه میکنی آقا؟ الان خدمت عرض میکنم، 5 تا سینوس به توان 2x به علاوه، خب صبر کن، همین الان این 3 تا کوسینوس به توان 4 میبرم اونور، میشه 3 تا منهای 3 تا کوسینوس به توان 4x. خیلی خوب، یه 3 فاکتور میگیرم، اتفاق خوبی میفته، اتفاق آشنایی برامون میفته. چرا اتفاق آشنایی؟ عرض میکنم خدمتتون، یک منهای کوسینوس 4 مگه نمیشه یک منهای سینوس به توان 2 در یک به علاوه سینوس به توان 2؟ مزدوج باز کردم دیگه، یه 3 هم که داره، این برم 5 تا سینوس به توان. حالا من چرا اینجا نوشتم؟ ببخشید اینجا کوسینوس، چون بر اساس کوسینوس بوده اصلا. کوسینوس به توان 2x، کوسینوس به توان 2x. ببین اینو تو ذهنم اومدم نوشتم، این بالا می نویسم، یک منهای، می بینید دیگه، درسته؟ آره، یک منهای گوشش کوسینوس به توان 4 رو می نویسم کوسینوس به توان 2x، بعد این کلم به توان 2، اینم 1 به توان 2. حالا پایه ها رو ببین، 1 با کوسینوس 2، یه بار با هم جمعشون کن، یه بار از هم کمشون کن، و وقتی کمشون می کنی 1 منهای کوسینوس به توان 2 میشه سینوس به توان 2.
میای اینو از طرفین ساده میکنی. باید به این نکته توجه کنی که ساده کردن یک چیز از طرفین تساوی باعث میشه شما یکی از جوابها رو نبینی، اگر خود اون عامل ساده شونده رو جداگانه مساوی صفر نذاری. چرا؟ چون تو اینو میزنی و دیگه نمیبینیش، میگی رفت. ولی اگر همین عامل مشترک برابر با صفر بشه، طرفین رو مساوی صفر میکنه و جواب معادله منه. ولی در سوال تمهیدی رو اندیشیدیم که شما با خیال راحت بتونی ساده کنی. نتیجه کار به اینجا میرسه که 5 مساوی باشه با 3 به علاوه 3 تا کوسینوس به توان 2. به عبارتی کوسینوس به توان 2x برابر باشه با 3 علاوه 3 تا کوسینوس 2، این بره اونور بشه 2، بشه 2 صفر. آه این شد 2 صفر. حالا وقتی کوسینوس به توان 2 2 سومه، برای x سینوس به توان 2 رو نمیتونم حساب کنم. چرا دیگه؟ سینوس به توان 2 با کوسینوس به توان 2 1. پس سینوس به توان 2x، سینوس به توان 2x 1 سومه. چرا 1 سومه؟ چون سینوس به توان 2 علاوه کوسینوس به توان 2 1. حالا سوال هر چی رو خواسته حساب می‌کنی، مسئله‌ای نداره که. سوال با کمبود جا مواجه شدیم طبق معمول و از ایده تکراریمون استفاده میکنیم که خیلی هم ایده جذابیه به نظر. 5 سینوس به توان 2 که این همونه، همه چی رو داریم، منهای 3 تا کوسینوس به توان 4 بوده اینجا، که بعد 4 رو فاکتور گرفتیم و آوردیم اینجا و بعد دوباره این تیکه رو کوچک کنیم، مثلا بیاریمش اینو اینور. خب الان دیگه جا میشه. خب الان خواسته سوالو ببین، میگه 3 تا کوسینوس 4، کوسینوس 2 اینه، پس 3 تا این به توان 2 4 9، 5 تا سینوس به توان 4، 5 تا این به توان 2، 5 تا 1 نهم میشه 12 نهم، میشه 5 نهم، میشه 17 نهم. کوسینوس به توان 2 به توان 2 رسیده 4 نهم، ضرب در 3 شده و اومدم 5 تا 1 نهم دیگه، درسته 12 و 5 17. اینم از این. بریم سوال بعدی. خب یه سوال میبینی با ظاهری آشنا و شما گفته بودیم اینو باید چیکار کن، یکی از ایده های حل اینه که بیا این عبارت اینو که تانژانت سینوس به کوسینوس، بیا به کوسینوس تقسیم کن، مثلا این به کوسینوس تقسیم شد 2، به کوسینوس تقسیم شد دیگه تانژانت تور تولید نمی کنه. پس اینجا از قضا این نسبتی نوشتنه قشنگ تر هم هست، پس اینو گذاشتم اینجا نسبت رو کامل بنویسم. آقا سینوس x هرچند که تو اون جمع جواب میداد مساوی با 2، پس من به جای سینوس x حق دارم بنویسم 2 تا کوسینوس x. خب پیاده سازی کن، یعنی هر جا سینوس میبینی جاش بذار 2 تا کوسینوس x. پس اون عبارتی که سوال به ما داده که اصلا خودش هم گفته اسمش برابر با آ، منم اسمشو میذارم آ، برابر با 8 تا کوسینوس به توان 3x منهای 2 تا کوسینوس x، قبول، به 6 تا کوسینوس x و منهای کوسینوس به توان 3. چه بکنیم؟ آقای انگار ببین، نگاه کن این تکنیک رو داشته باش، با تکنیک یه کوسینوس از همه بزن، هیچ اتفاقی نمیفته به خدا. ببین از همهشون فقط ها. یعنی اینو بنویس 8 تا کوسینوس 2، اینو بنویس 2، اینو بنویس 6، اینو بنویس کوسینوس 2، هیچی. چیکار کردم؟ انگار از صورت یک کوسینوس فاکتور گرفتم، از مخرج کوسینوس فاکتور گرفتم، ساده کردم. خب این محاسباتی خیلی راحت تره دیگه، این کارو کن. حالا کوسینوس 2 تانژانت جرقه نمیزنه؟ اگه جرقه نزنه بده ها، این باید جرقه بزنه اینجا، که یک به علاوه تانژانت 2 مساوی با 1 به کوسینوس 2، پس کوسینوس به این که میشه 5 دیگه کلن دیگه، پس کوسینوس به توان 2x میشه 1/5.
حالا وردو بی بزن اینجا میشه مساوی 8 تا 1 پنجم منهای 2 6 منهای 1 پنجم میشه 8 پنجم منهای 2 6 منهای 1 پنجم مساوی با یه پله دیگه. خب میشه 8 منهای 10 منهای 2 پنجم میشه 3 منهای 1 29 پنجم. جواب نهایی میشه منهای 2 29. آقا عددا عددا قشنگی نیست؟ خب نباشه، مگر تو باید عددا قشنگ باشه. همینا راست. 88 میگه کوسینوس 2 سومه، بعد شیب خط داده. آقا کوسینوس ما تانژانت می‌خواستیم. ببین سوال‌ها از سوالای، حالا شما میتونید مقایسه کنید دیگه. ببینید سوالهایی که اینجا هست، من دیگه هی گردن کلفت و سخت و اینا نمیگم، چون تو یه سری فصلا مثل فصل اول، خب یه سری سوالا خیلی روتین بود، سوالا اگه سخت میشد کاملا مشخص بود روش مانور میدادیم. اینجا تعداد سوالات قابل توجه و گردن کلفتش بیشتر میشه. خب و چجوری بگم، ما الان به یه ریتمی رسیدیم که خیلی فرقی نداره سوال چی، یعنی سوال‌ها سوالای همه متوسط به بالایی هستن، یعنی ساده و روتینا رو برای یادگیری رد کردیم و می‌بینی داره روون میره دیگه. پس نمیگم آ سوال فلان و اینا، یعنی تو هر کدوم سعی کردم نکته‌ها رو عوض کنم، ریتمو عوض کنم، به تو ایده بدم، به تو سوال خوب بدم حل کنی دیگه، که باعث بشه موضوع بهتر تو ذهنت بشینه. کوسینوس داده شیب خطه، چه کنیم؟ تانژانت می‌خوایم. تو ذهنت مرور می‌کنی کوسینوس داشتم، تانژانت می‌خواستم، کلی راه داشتم. بهترین راه رو این انتخاب کردیم. حالا یه ذره بزرگتر البته. گفتیم این آلفا کوسینوس میشه مجاور به وتر. بعد اینو با فیثاغورس به دست می‌آوردیم. 9 منهای 4، این بتوانه 2، این بتوانه 2، 9 منهای 4 میشه 5 رادیکال 5. به همین سادگی. پس تانژانتش چی میشه؟ ببین همینجا مینویسم تانژانت آلفا، تازه چون زاویه‌مون هم حاده است، یعنی خب کوسینوس همه مثبتن دیگه، پس میشه ضلع مقابل به مجاور، میشه رادیکال 5. به همین سادگی تانژانت به دست اومد. حالا ببین یه نقطه کمکی داده، چون من دوتا مجهول دارم. نقطه کمکی رو نگاه کن، نقطه کمکی طولش منهای 2، عرضش 0. بده به تابه، طولو بده منهای 2 یعنی منهای 2 آ، عرضو بده، عرضم به حضور شما 0 به علاوه 4 مساوی با 0. پس از اینجا نتیجه میگیریم 2 آ ما برابر با 4، پس در نتیجه آ ما برابر با 2، یعنی یه آ 2 در آوردم. حالا معادله رو استاندارد کنم برای شیب، بی ایگرگ مساوی با منهای آیکس منهای 4، ایگرگ میشه منهای آبیوم. کاش آرم جایگذاری میکردم دیگه، چه کاری بود. میشه منهای 2 بیوم منهای 4 بیوم. خب اینجا یه ایکس هم داره. الان منهای 2 بیوم باید چی باشه؟ شیبه دیگه. منهای 2 بیوم باید باشه رادیکال 5 دوم. خب تو نگو شیبم منفی، قطعا بیتم منفی در میاد دیگه، بی شما در میاد. منهای 4 تقسیم برای رادیکال 5، میتونی هم گویا کنی بنویسی منهای 4 رادیکال 5 پنجم، فرقی ندارد. سوال 89 رو ببین، ظاهر ترسناکی رو داره با خودش حمل میکنه. 89 و 90، حالا 90 که وارد مثلث میشه سوال قویه، اینم سوالیه که نگاش میکنی میگی اصلا هیچی دیگه. سینوس آلفا کوسینوس بتا، سینوس آلفا سینوس بتا و سی هم برابر با کوسینوس آلفا. بعد میگه حاصل این رو برو برای من پیدا کن. نگاه کن، من به شما میگم که ما که کاری نمیتونیم بکنیم، بیا اونو به توان دو برسونیم ببینیم چی میشه، یعنی چاره ای نداریم دیگه، پس اینو به توان دو برسونیم ببینیم که کار ما به کجا میرسه. آدو یهو بنویسم دیگه، یه ذره بیارمش پایین. خب میخوای این زیر بنویسم، آدو میشه سینوس بتا، به هر جفتشون میرسه اینجا، بدو سینوس به توان 2 آلفا سینوس به توان 2
دو بتا. این سی دو کوسینوس به توان دو آلفا. حالا ستا رو با هم جمع کن، اینجا بنویسم ببینیم، نمیدونیم چی میشه، مینویسیم ببینیم نتیجه ازش میگیریم. یعنی سخت نگیر، خب بیا با سوال جلو، خودش کمکت میکنه. ببین سینوس به توان دو آلفا کوسینوس به توان دو بتا به علاوه سینوس به توان دو آلفا سینوس به توان دو بتا به علاوه کوسینوس دو آلفا. اوکی، بازم نترس، فقط از بالا به سوال نکن، ببین فاکتوری چیزی میتونیم بگیریم یا نه. این دوتا رو ببین، از یه سینوس به توان دو آلفا میتونیم فاکتور بگیریم، از اولی چی میمونه؟ کوسینوس به توان دو بتا. از قضا خیلی هم داره خوب پیش میره، چون از دومی هم سینوس به توان دو بتا باقی میمونه، پس این کلن میشود یک. پس چیزی که برای من موند یه سینوس به توان دو آلفا به علاوه کوسینوس به توان دو آلفا خواهد بود، که این هم برابر با یکه. یکی باورش نمی که، شاید باورتون میشه که این عبارت به این بزرگی تش به یک یک برسه. مثال 90 ببین، که مثال خیلی خوبیه، خیلی خوبه. میگه در مثلث قائم و زاویه آبسه بیا مقدار اینو حساب کن. آخه ما چه میدونیم در مورد زاویه ها؟ فقط یه حرف زده، مثلث هم قائم و زاویه است، حتی نگفته کدوم زاویه قائم است. خب حتما مهم نبوده دیگه، بالاخره ما وقتی میخوایم شروع کنیم یه کدوم اینا رو قائمه بگیریم. اون نگفته، خیلی خب، پس خودمون فرض میکنیم مثلا آ قائم است، فرقی نداره، باور کنیم. مثلا فرض میکنیم آ مساوی 90 درجه است. حالا یه سری ها میان میگن، یعنی ذهنشون اینجوری میشه که میگه ببین گفتی فرض میکنیم، چرا فرض میکنیم؟ حالا اومدیم و فرض نمیکرد، یعنی فرض میکنیمه براش سنگینه. ببین یه موقع از شما یه فرضی میکنی که به هیچ جای سوال بر نمیخوره، یعنی اصلا مهم نیست این فرضون بکنی نکنی فرقی نمیکنه. خب مثلا اینجا من میگم فرض میکنم آ 90، میگه چرا آ 90؟ میگم خب بی 90. میگه نه چرا بی 90؟ میگم سی 90. دیگه میگه چرا سی 90؟ باید با سه صدر براش توضیح بدی که بالاخره یک کدوم باید 90 باشه دیگه، نمیشه که هر سه تاش مثلا غیره، یکیش 90 بالاخره. آقا وقتی آ 90 باشه سینوس آ چقدر میشه بچه ها؟ سینوس آ میشه 1. وقتی آ 90 درجه باشه کوسینوس آ میشه چقدر؟ کوسینوس آ میشه 0. خب پس توی این عبارته اول از همه سینوس آ رو میذاریم 1، سینوس 2 ب به علاوه سینوس 2 س، پایین 0 کوسینوس 2 ب کوسینوس 2 س. اطلاعات دیگه چی داریم؟ آقا وقتی آ 90 بلا فاصله میشه نتیجه گرفت که بی به علاوه سی هم 90 دیگه. بعد اینجا بازو همون دانش آموزه میگه نه، چرا؟ میگم آقا بالاخره جمع زوایای من 180 نیست، خب وقتی اون 90 این دوتا، خب این 90 نتیجه هایی میدهد، نتیجه میدهد سینوس بی برابر با کوسینوس سیه، نتیجه میده کوسینوس بی برابر با سینوس سیه. یعنی به جای سینوس یکی میتونی کوسینوس اون یکی رو جایگزین کنی و برعکس، فرقی نداره، جای سینوس سی میتونی کوسینوس بی بذاری. خب من مثلا میام برای سی این کارو میکنم، فرقی نداره، برای بی میکنم. آقا توان دوش هم همینه دیگه، درسته؟ خب صاف شد، من میام جای سینوس بی میذارم کوسینوس سی، پس میشه یک به علاوه کوسینوس دو سی به علاوه سینوس دو سی. داره یواش یواش حل میشه، پایین صفر رو که دیگه نمینویسه، جای کوسینوس بی میذارم سینوس سی، میشه سینوس به توان دو سی به علاوه کوسینوس به توان دو سی. خب بچه این چنده؟ یک. این چنده؟ یک. در کمال ناباوری اون کسر عجیب برابر میشه با دو، یک به علاوه یک دو، یک و دو. و اینم میشه برای سوال اینو برداریم، سوال چند بود؟ سوال 90. بریم برای سوال 91. ببین دیگه این 90 تا آخرم از
موضوعاتی که مثلا این مال اون قسمت های اول بود که زاویه رو بررسی میکردیم و داریم، یه مروریه در واقع با یه سری سوال جدید. میگه انتهای کمان روبرو به زاویه X در کدام ناحیه باشد تا تساوی زیر برقرار باشه؟ یک به علاوه کوتاژان دو آشنا نیست؟ نمیشه یک تقسیم بر سینوس بتوانه دو؟ فقط یه داستانی داریم. صبر کن عجله نکن. رادیکال رو بیا. یک تقسیم بر سینوس بتوانه دو ایکس، حالا بیا منهای رادیکال رو بیا. یک به علاوه تانژان دو میشه یک تقسیم بر کوسینوس بتوانه دو، مساویه با یک تقسیم بر کوسینوس های ایکس منهای یک تقسیم. سوالایی هم که اینجا آوردم سعی کردم تکراری با اونا نباشه، سوالات خاص باشه. مثلا تو اینا اگه یادتون باشه میرفتیم به یه نامساوی ضربی مثبت منفی اینا میرسیدیم، بعد میگفتیم خود یه عبارت مثبته، مثلا ضرب دو تا عبارت مثبته، یا هر دو مثبتن یا هر دو منفی، یا میرفتیم حل میکردیم به یه نامساوی میرسیدیم. اینجا نامساوی نداریم ببین، ولی باز میگه تو چه ناحیه قرار داره. خب این میشه چی بچه‌ها؟ این میشه قدر مطلق یک تقسیم بر قدر مطلق سینوس ایکس منهای یک تقسیم بر قدر مطلق کوسینوس x مساوی شده با یک تقسیم بر کوسینوس x. خوب دقت کن، منهای یک تقسیم بر سینوس x. الان ما از این کوچیک کردن استفاده میکنیم، بعد جلوش جا پیدا میشه و مینویسیم. خب نتیجه گیری که به صورت یعنی اخلاق برای ما حکم میکنه که به این صورت باشه. ها میپرسیدین همان که این نتیجه اخلاقی که میگی چیه؟ ما یک معلم هندسه ای داشتیم که به ما اگر اشتباه نکنم المپیاد درس میداد، فکر کنم آره دوران دبیرستان المپیاد هندسه درس میداد. آره آقای مهرانفر که ایشون آدم چیزی هم بود، بسیار توامند و یه مقداری خشن و عصبی هم بود، یعنی ما واقعا جرئت نمی‌کردیم مثلا سر کلاس یه ذره پامونو اینور اونور می‌ذاشتیم از اون حریم مشخص شده. ایشون قاطی می‌کرد و بعد قاطی می‌کرد دیگه، اصلا هیچ نمی‌شد جمعش کرد. بعد ایشون جون تیکه کلامش بود که یعنی اولین بار که فکر کنم تو مدرسه ما کسی این حرفو می‌زد همین ایشون بود، میگفتش که بعد سوال حل می‌کرد یه تخته مثلا یه سوال هندسه حل می‌کرد، بعد اون تاش مثلا میگفتش که خب نتیجه اخلاقی چیه، و این خودش یک فانی هم توش داشت که واقعا باید اخلاق حکم میکرد که اون نتیجه رو بشود بگیریم. و این هم ریشهش از اینه، حالا پرسیده بودین اینجوریه جریانه، چیز خاصی نیست. الان من از تو میخوام اینجا استدلال کنی. ببین دفعه کات خوبی زدم، کات چیز بود هالیوودی طور بود، یواش از این. خب بیا اینو نگاه کن، نتیجه بگیر، تو نتیجه بگیر، خیلی دوست دارم ببینم چی فکر میکنی. اینو ببین، اینم ببین، میبینی فرقش یه منفیه؟ خب چه اتفاقی افتاده که این منفیه به وجود اومده؟ خب سینوس منفی بوده دیگه، بزرگوار. پس یک یه مقداری سینوس چاقی رو داریم الان، سینوس ایکس باید منفی باشه. حالا بیا بریم اینو بیا فرقشون چیه؟ یه منفی. خب کوسینوس هم منفی بوده که یک منفی تولید کرده که اون منفی از بین رفته، پس کوسینوس ایکس هم باید همزمان توامان منفی باشه. چه ناحیه ای که هم سینوس منفیه هم کوسینوس منفیه؟ تو ناحیه 3. هم سینوس منفی هم کوسینوس منفی، پس در کدام ناحیه باشد؟ ناحیه 3. این سال شبیه همون، این بار یاد چی میندازه؟ مزدوج نی، ایده دیگه الان نشسته تو مغزت. سوال قویه باز، ولی دیگه الان تو میدونی که باید چی کار کنی. میای سراغ اون، میگی که من اینو اینجوری مینویسم،
یک منهای سینوس x تقسیم بر یک به علاوه سینوس x. رادیکالم رو کش میدم، فقط برای این مینویسم یک مزدوج دیگه، یک منهای سینوس x. و بالا هم خیلی جالبه که این اون عبارته به دست میاد توان دو میگیره، یعنی این که این به این صورت خیلی خوش فرمه، دلیلش اینه. خب وقتی ضرب میکنم مخرجم میشه یک منهای سینوس دو، که بذارید دیگه یهو بنویسیم کوسینوس دو، و اینجا هم میشه یک منهای سینوس x به توان دو. پس جای اون میشه اینو نوشت، قدر مطلق یک منهای سینوس x، که دیگه بیاید قبول کنیم که این قدر مطلق نمیخواد، مثبته دیگه، سینوس نمیتونه از یک بیشتر باشه که اینو منفی کنه، ولی اینجا یک قدر مطلق نیاز داریم، اینو بیاریم اونجا. بشه یک منهای سینوس x تقسیم بر قدر کوسینوس x برابر با تانژانت منهای یک به کوسینوس. من نظری دارم اینجا اگر تانژانت رو بنویسیم سینوس x به کوسینوس x، به نظرتون خوبه؟ باید بگید آره. چرا؟ چون دارم شبیه این میکنمش، من که نامساوی ندارم، یعنی سبک سوال اینجوری که نامساوی که وجود نداره، پس باید با شبیه کردن به عبارت اصلی بتونم تشخیص بدم چه اتفاقی افتاد. به صورت‌های اینها نگاه می‌کنم، می‌بینم صورت‌های اینها قرینه هم دیگه شدن. پس چه اتفاقی افتاده که این قرینه رخ داده؟ این کوسینوس منفی بوده، منفی شد داده بالا، این قرینه شده، کوسینوس هم تو مخرج مونده. کجا کوسینوس منفیه؟ دو تا ربع، دو و سه. پس تو چه ناحیه باشد تا رابطه فلان برقرار باشد؟ ناحیه دو و سه، دو یا سه دیگه، یعنی و که منظورم همزمانی نیست که تو، یعنی ناحیه دو باشه یا ناحیه سه باشه. اینم هست سبک سوال محبوب و جالبی که در سوال 93 دارید ملاحظه میکنید. میگه اگه تساوی این یک اتحاد باشد، جالب، یعنی اتحاد، یعنی یه اتحادی فقط یه تیکه‌اش اومده ورداشته، میگه آ به علاوه ب رو پیدا کنید. برای این یه راه که ساده کردن و اینجور چیزاست که راه اتفاقا خوبی هم هست، یه راه دیگه هم براش وجود داره که عرضم به حضور شما که سعی می‌کنم هر دو رو خدمتتون بگم. راه اول اینه، با توجه به خاصیت‌هایی که تانژانت با یک با کوسینوس داره، از سمت چپ یه یک کوسینوس فاکتور می‌گیرم، میشه یک به کوسینوس، با قرمز نه، با آبی، یک تقسیم بر کوسینوس 2x فاکتور میگیرم از سمت چپ. ببین قراره به اون عاملی که فاکتور میگیرم تقسیم کنم، اونو ازش بکشم بیارم بیرون. از این چی میمونه اگر یک به کوسینوس بیارم بیرون؟ قبول داری که آ میمونه؟ اگر قبول داری خیلی خوبه، و در دومی امیدوارم قبول داشته باشی که بی تقسیم بر کوسینوس به توان 2x میمونه. از سمت راست یه تانژانت دو فاکتور میگیرم، میشه یک به علاوه تانژانت دو ایکس. جالب شد، یک به علاوه تانژانت به توان دو. ببین سعی میکنم روتین رو خوبم، این میگم روتین، چیزایی که ایده میده بهتون رو بگم، یعنی از اون حالت عادی عادی که قبلا رفتیم خارجش کنم. اینو میتونم یهو با این بزنم، میزنم، چی میمونه؟ این میمونه و این. حالا این تیکه رو دقت کن، اینا سوال، این سوال سختی به حساب میاد، یعنی در یک آزمون هرگز این سوال حتی فکر نمی کنم، یعنی متوسط رو به بالا هم هست. حتی یه راه سریع داره که خب این سوالو خیلی قشنگ حل میکنه، خیلی، ولی عرضم به حضور شما که حالا اونم بررسیش میکنیم انشالله، یعنی در واقع حالا بررسیش میکنیم. من فکر میکنم همین اینو یاد بگیرید بیشتر کمکتون میکنه تو یادگیری. من تانژانت دو دارم، دوباره دارم یه کوسینوس دوی تو مخرج میبینم، میره رو مخم، میگم که بیا و یه کاریش بکنیم اینو، من اینو بگیرم کوچیک کنم که دست و بالمون باز بشه. من میگم چیزی که به دست اومده اینه، آ منهای بی ضرب در حالا اصلا یک به کوسینوس دو مساویه با تانژانت به توان دو.
خب چرا جای یک به کوسینوس دو نیام بنویسم یک به علاوه تانژانت به توان دو؟ چرا این کارو نکنم؟ این کارو انجام میدیم. یه آ داریم، مینویسیم. یه منهای بی داریم، مینویسیم. یه منهای بی تانژانت دو هم داریم، مینویسیم. مساوی با تانژانت به توان دو. چه نتیجه میگیریم؟ الان از این باید بتونی نتیجه بگیری. وقتی این یک اتحاده، خب اینجا که تانژانت دو دارم، اینجا هم با تانژانت دو داشته باشم، پس حتما این بخش با این بخش برابر یکیه، عین همه. پس بیم باید منهای یک باشه که این اتفاق بیفت. حالا بی منهای یک که بیخیال نمیشه، میگه من اینجا هم هستم. آ میگه چی؟ پس منهای بی میشه چقدر؟ یک. خب پس اینجا هم چی دارم؟ آ به علاوه یک دارم، ولی من اونور که دیگه عدد ندارم، تانژانت دو خالیه، پس اینورم نباید عدد داشته باشم. خب آ رو جوری تعیین کن که عدد نداشته باشی. چی کار کنم؟ بذار صفر. خیلی ساده، آ میشه منهای یک. یعنی من میگم خیلی ساده، شاید این موضوع رو شما داری دفعه اول میشنوی، یا یه نفر مثلا یه نفر بپرسی بگی آقا مثلا این سوالو برام حل کن، بعد حالا مثلا حلش هم خودت بلدی، بعد میبینی که نه، انقدرام شاید راحت نباشه. خب مسئله اینه که ما داریم سعی میکنیم با توجه به کاری که توی این فکر کنم مثلا 20 خورده جلسه مثلثات کردیم، بالاخره به اینجا رسیدیم که آقا اینا رو بتونیم راحت تشخیص بدیم دیگه. بنابراین سوال خیلی راحت نیست، نمیخوام الکی بگم آسونه آسونه. خب از اون طرفم نمیخوام هی یه فشاری رو خودمون حس کنیم که سخت سخت. نه آقا، سوال اینه، ما هم به مرور یاد گرفتیم، داریم روتین حل میکنیم. سخت آسونه فرقی نداره، ما داریم سوالمون حل میکنیم، لذتمون رو میبریم. اوکی okay. تو دهم هر چی پایمون هم میاد بالاتر، این سواد ما در حال حاضر که داره ساخته میشه کمکمون میکنه که بتونیم راحت تر تست بزنیم، فنی تر. من هر آنچه که برای حل این سوال ها فرض کنید 12 داره دهم میخونه میخواد مرور کنه، هر آنچه هست و به بهترین شکل گفتم. یعنی اینجوری نیستش که چیزی من گذاشته باشم، نه، دهمیه که هم یه دهمی ببینه با سواد بشه، هم یه کنکوری با یا 12 که میخواد کنکور بزنه روش‌های تستی ببینه. فقط یه ذره دوره مفصله دیگه، برای اینکه بخواد کامل یاد بگیره، یعنی مفاهیم قشنگ تو ذهنش بشینه. برای 12 فقط از این جهت ممکنه یه مقداری سخت بشه، ولی خب میسازه پایه‌شون رو دیگه. همین، پس جمعشو خواسته آ به علاوه ب میشه منفی 2. اما این من میگم مخرج مشترک بگیریم، خوب میشه 94. تا اینم بوانه سال آخر فکر میکنم دیگه ویدیو 94 اینو مخرج مشترک بگیر، یک به علاوه تانژانت دو بذار بمونه. اون بر برو، یک منهای سینوس به توان 2x، این آه تو اون ضرب میشه، میشه آه منهای آ سینوس x، این ب تو این ضرب میشه، میشه بی به علاوه بی سینوس x. اینو می نویسم یک منهای سینوس 2 رو کوسینوس 2. پس میگم یک به علاوه تانژانت به توان 2x مساوی با، ببین این کارو میکنم، اینجا هم از یه دونه سینوس فاکتور میگیرم، تر و تمیز مینویسم دیگه، مینویسم آ به علاوه ب به علاوه سینوس x در b منهای آ. پایین هم میشه کوسینوس 2. خوبه دیگه. چرا خوبه؟ چون وقتی من میام اینو تو این ضرب میکنم قطعاً چیز خوبی میشه. میگی نه نگاه کن، یک به علاوه تانژانت 2 میشه یک تقسیم بر کوسینوس 2. یا اینجوری میگی، یا میگی نه مستقیم ضرب کن، اینو تو این ضرب میکنی کوسینوس 2، اینو تو این ضرب میکنی سینوس 2 به کوسینوس 2 میشه سینوس 2، سینوس 2 به علاوه کوسینوس 2 1. میگی نه، یک تقسیم بر کوسینوس 2، مخرجای یکی صورت‌ها باید با هم یکی باشه، هر کدوم دوست داری، من جفتشو گفتم. ولی به نظرم این الان اینجا قشنگ تره که جای این بنویسیم، یک تقسیم برای کوسینوس به توان 2x که این با این یکی باشه و صورت هامون. نتیجه کار برای ما در نهایت این می شود.
یک مساویه با آه به علاوه بیه به علاوه سینوس ایکس در بیه منهای اولین نتیجه. این ور عدد دارم، این ور نسبت مثلثاتی دارم یا تابع دارم، متغیر دارم. خب نمیشه که این باید نباشه، این سینوس مزاحمه، چی کار کنم از بین بره؟ ضریبش رو صفر کن. پس اولین داستان آ با بی مساویه. دومین داستان این دویی که با هم مساویان باید یک هم باشن، پس آ به علاوه بی باید باشه یک. چون مساویان، چون مساویان، آبی هر دو باید برابر با یک دوم باشن، پس آزب در بی که سوال از من خواسته برابر میشه با یک چهارم. خب یکی هم ممکنه سوال بپرسه، دانش آموزای حساس، که آقا اینو واسه چی نوشته؟ و خوبه این سوالیه، بالاخره چرا اینو نوشته؟ سینوس بتواند و مساوی نباشه با یک، یعنی سینوس مثبت و منفی یک نباشه. دلیلش اینه که اگه مثبت و منفی یک باشه، مخرجای ما اینجا صفر میشه و عبارتمون تعریف نشده میشه. پس به این خاطر که این رو به این صورت انتخاب کرده. اینم تا مثال 94 برای این جلسه.